خدا رو شکر، خوشحال هستم که میتونم این درس ها رو در ارتباط با اینکه عیسی مسیح کیست با شما ادامه بدم. در فرصت های گذشته در رابطه با پیشگویی هایی که در مورد عیسی مسیح شده در عهد عتیق توسط انبیای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که چیزای عجیبی بیان شده. تولد عیسی مسیح، محل تولد، نوع خدمات او، مصلوب شدن او، مرگ او و جزئیات مرگ او و همان گونه که اشاره شد در اونجا قبر او را با شریران تعیین کردند، اما بعد از مردنش در قبر فرد ثروتمندی نهاده شد. به این طریق جزئیات مصلوب شدن و مرگ و قیام عیسی مسیح پیشگویی شده، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، بلکه صدها پیشگویی در ارتباطات مختلف در مورد عیسی مسیح وجود داره و به این طریق نشون میده که عیسی مسیح یک فرد خاصیه، فرد فوق‌العاده‌ایه، نه فرد انسانی، بلکه کسی که از آسمان اومد و برای همین از باکره متولد شد و این مبناییه که داره نشون میده که عیسی پسر خداست. عیسی انسانی نبود بین انسانها، بله او جسم انسانی پوشید، کاملا مثل ما انسانها رنج و سختی و گرسنگی را تجربه کرد، ولی هنوز او پسر خدا بود که از آسمان نازل شده بود و جسم پوشیده بود تا گناه جهان را برداره. امروز در این فرصت من میخوام به شفاهایی که عیسی مسیح شفاهایی که داد و افراد را شفا داد به اونها بپردازم، تا این هم یک بخشی از اون عملکرد خاص عیسی مسیح که او را فرد استثنایی میکنه. ما وقتی اناجیل، انجیلهای متی، مرقس، لوقا، یوحنا، چهار نفر از شاگردای عیسی مسیح که زندگی او را نوشتند و هر کدوم از نوشته های اونها یا کتاب اونها به نام انجیل معروفه، این چهار تا انجیل عرض کردم همراه با رسالاتی که برای کلیسا نوشته شده، همه اینا عهد جدید رو تشکیل میدن که همون یک انجیله، یک کتابه که کتاب مسیحیان و همراه با تورات و نوشته انبیا کتاب مقدسیه که مسیحیان آن را به عنوان کلام خدا میپذیرند. پس ما وقتی ما انجیل را رقم میزنیم، ورق میزنیم، بخشای مختلف را نگاه میکنیم، میبینیم پر از معجزاته، نه یکی، نه دوتا، بلکه پر، جاهای مختلف، گونه های مختلف، انواع اقسام بیماری ها شفا پیدا میکنند. بخشی از این را ما میتونیم در انجیل متی باب 4 آیه 23 ببینیم. میگه عیسی در همون آغاز خدمت خودش، عیسی در تمام جلیل میگشت و در کنایس ایشان تعلیم داده به بشارت ملکوت موعظه همین نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا میداد. هر مرض و هر درد از قوم را شفا میداد. به اسم او در تمام سوریه شهرت یافت و جمعی مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید. چقدر عجیبه. و گروه بسیار از جلیل و دیکاپولیس و اورشلیم و یهودیه و آن طرف اردن از عقب او روانه شدند. میبینیم که عیسی مسیح هر درد و هر مرض از قوم را شفا میداد، نه یکی، نه دوتا، نه بعضی بیماری های خاص. هر مسئله نزد عیسی مسیح جواب پیدا میکرد. هر کس هر بیماری داشت نزد او میرفت شفا پیدا میکرد و این چیز فوق‌العاده‌ایه. شاید بعضی از انبیا یک شفای خاصی ایجاد کردن، یه فردی را شفا دادن، یه مورد، دو مورد، اما این گستردگی، این وسعت، میگه هر مرض و هر درد قوم را شفا میداد و میگه جمعی مریضان، همه مریضا، هر مرضی، هر بیماری که داشتند، انواع امراض، از جزامی ها، اونایی که لنگ بودند، لنگ مادرزاد بودند، اونایی که سر داشتند، به گفته عامه غشی بودند، دیوانگان، دیوزده ها، هر نوع مسئله پیش عیسی مسیح جواب پیدا میکرد. و حقیقتش اینه که عیسی مسیح جواب تمام نیازهای بشریه.
از آمرزش گناهان تا شفا و هدایت و زندگی در راستی و حقیقت و تحول و شناخت خدا از طریق عیسی مسیح برای ما میسره، چون او پسر خداست. اعمال او عجیبه، کارهای او فوق‌العاده است، و برای همین وقتی ما اناجیل را ورق می‌زنیم همه چیزهای فوق طبیعیه، کارهای فوق طبیعی، اعمال فوق طبیعی، معجزات و شفاها، نابیناها که بینایی پیدا میکنند، انواع بیماریها، جزامیها، تا امروز حتی دوایی برای جزامیها وجود نداره. در کشور ما ایران در تبریز جزامخونه وجود داره، در بعضی از شهرها هنوز جزامیها اونجا هستند که بخشی از کلیسای کاتولیک، از خواهران کلیسا در بین این جزامی ها خدمت می کردند، که گویا در اوایل انقلاب عذر این افراد را خواسته بودند که دیگه نیازی به وجود اونها نیست و دیگران آنها را خدمت خواهند کرد، ولی بعد از مدتی دیدند که این کار هر کسی نیست و از فرانسه و از کلیسای کاتولیک و از راهبه های اونجا باز درخواست کردند که بیان به این افراد کمک کنند. بله، جزامی ها که تا هنوزم علم پزشکی برایشون کاری نمیتونه انجام بده، عیسی مسیح اونها را شفا میداد. و این اعمال خاص و فوق‌العاده‌ای که عیسی مسیح انجام داد او را زبانزد عام و خاص میکرد، و برای همین میگه گروه بسیاری از جلیل از جاهای مختلف دنبال او بودند و شهرت او همه جا رسید. افراد از سوریه، جاهای مختلف میشنیدند و او را پیروی میکردند. یه گفته ای هست که میگن که به یک پیغمبری گفتن که رسالت خودتو با یه معجزه نشون بده. گفت چه معجزه‌ای بکنم؟ گفتی چی؟ به اون درختی که اونجاست بگو بیاد پیش تو. نگاهی کرد، گفتید که این کار خودش نیست. پس گفت که نبی باید فروتن باشه، خودش باید بره پیش درخت. و به این طریق خیلی ها ادعای معجزات میکنن، ولی حقیقتش اینطوری نیست. عیسی مسیح و انجیل عیسی مسیح تنیده شده با معجزاته. عمل عیسی مسیح فوق طبیعیه، و اینه که وقتی ما انجیل را میبینیم، زندگی عیسی مسیح را میبینیم، نبوت ها را میبینیم، پیشگویی ها و جزئیات، اینا همه چیزهای فوق العاده است و دست خدا در کاره و فراتر از اون توان و عمل انسانی و درک و شعور انسانیه. دست خدا در کاره، و به این طریق عیسی که از آسمان نازل شد پر از آیات و معجزات حقایق الهی را به تصویر کشید، و به این طریق ما را به سوی پدری هدایت میکنه که پر از محبت، و خداوندی که عاشقانه ما را دوست داره به کلام و کلام مهر و محبت و نجاته. در اعمال رسولان باب 10 آیه 38 اونجا نوشته میشه که عیسی مسیح سیر کرده مغرورین ابلیس را شفا میداد و اعمال نیکو از او سر میزد. مغرورین ابلیس را شفا میداد. به این طریق خیلی وقتا عرض کردم عیسی مسیح کار او مبارزه با شیطان و گناه و آزادی انسان بود. این شیطانه که افراد رو خیلی وقتا اسیر میکنه، این شیطانه که منبع بدبختیه، منبع گناهه، منبع بیماری هاست، و عیسی مسیح اومد تا این مغرورین، افرادی که مورد خشم و غضب شیطان هستند، اونها را شفا بده، آزاد کنه و محبت خدا را به اونها نشون بده. در یک موردی زنی که سالها کمرش خم شده بود، او میگه این نیز دختر ابراهیمه و شیطان او را بسته و من اومدم تا او را رها کنم. به این طریق او را شفا میده، و به این گونه عیسی مسیح آمد تا اعمال ابلیس را باطل کنه، مغرورین ابلیس را شفا بده. در رساله اول یوحنا باب 3 آیه 8 اونجا میگه پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل کنه. یکی از کارهایی که
شیطان انجام میده، انسان ها را فریب میده، اونها را به گناه میکشه و اونها را مجرم میکنه و نزد خدا علیه اونها مدعی میشه و میگه اینا گناهکارن و تو خدای عادلی هستی و باید اینها را به جهنم بفرستی، اینها را داوری کنی. و به این طریق عدالت خدا ایجاب میکنه که عیسی مسیح بیاد و آمرزش گناهان پیدا کنه که زبان شیطان بسته بشه و هیچ ادعایی نداشته باشه. برای همین هر کس به عیسی مسیح ایمان میاره به این حقیقت که عیسی مسیح برای گناهان او بالای صلیب رفت، مصلوب شد، مرد تا آمرزش گناهان پیدا کنه، او نجات برای او مهیا شده و عیسی مسیح برای همین اومد تا ما با ایمان به او آمرزش گناهان پیدا کنیم. و وقتی ما به عیسی ایمان میاریم، روح خدا میاد در وجود ما، ما را از درون متحول میکنه. دستای شیطان بسته میشه، اعمال شیطان باطل میشه، ادعای شیطان باطل میشه و ما میتونیم با خدای زنده، با خدای خالق خودمون ملاقات کنیم و او را بشناسیم، مورد محبت او قرار بگیریم و او را ما نیز او را محبت کنیم. به این طریق عیسی مسیح اومد تا اعمال ابلیس را باطل کنه. در یوحنا باب 1 آیه 38 یحیی عیسی را دید. در همون اوایل کار عیسی گفت که اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌داره. این کار و عملی بود که عیسی مسیح برای اون آمده بود تا انسان را آزاد کنه، انسان را رها کنه. این عیسی که در انجیل ظاهر شده، وقتی ما اناجیل رو نگاه میکنیم، بخش های مختلف، کتاب مکاشفه، بخش پایانی و اون بخش نبوتی انجیل که در ارتباط با ایام آخر و زمان بازگشت عیسی مسیح صحبت میکنه، وقتی از عیسی صحبت میکنه کاملا نشون میده که او متفاوت تر از همه انسان های کره زمینه. او پسر خداست. در مکاشفه باب اول جلال عیسی مسیح را نویسنده یوحنا به تصویر میکشه. در کنار همه معجزات، شفاها، کارهای فوق‌العاده‌ای که عیسی مسیح انجام میده، او را میبینه که از مرده ها زنده شده و در میان کلیساهای خودش میخرامه و اوست که تمام خلقت را تحت کنترل داره. و در کتاب مکاشفه سرودی وجود داره، اون سرود و فرشتگان میخونن، موجودات آسمانی میخونن در حق عیسی مسیح که عیسی مسیح تو شایسته احترامی، تو شایسته ای که ذبح شدی، مصلوب شدی، کشته شدی تا به خون خودت مردمان را نجات بدی. و در آسمان هزاران و میلیون ها نفر، بلکه میلیاردها که ردای عدالت را می پوشن، ردای عدالتی که عیسی مسیح برای اونا مهیا کرده، آنها را پوشیده و خدا را شکرگویان، هللویا خانان دارن میگن که ای عیسی پسر خدا، تو شایسته ای که برای ما ذبح شدی و با مرگ و با قیام خودت نجات را برای ما مهیا کردی. به این طریق ما میبینیم که عیسی مسیح با انجام معجزات داشت اعمال ابلیس را باطل میکرد و در این حال جلال پدر آسمانی را آشکار میکرد. او قلب پدر آسمانی را داشت به ما نشان میداد که این قلب پدرانه خدا برای ما میتبه، مشتاقه که ما را از بیماری آزاد کنه، ما را از گناه پاک کنه، ما را از رنج ها و مصیبت هایی که به دلیل گناه و نافرمانی که از طریق آدم و حوا صورت گرفت و گناه بر این جهان غالب شد، از اونها ما را آزاد کنه. برای همین کلام خدا میگه وقتی عیسی مسیح بعد از قیام 40 شبان روز وقتی با شاگردا بود و اونها را ملاقات میکرد و قیام خود را برای اونها مستدل و آشکار معلوم کرد و اونها به این رسیدند که واقعا عیسی آنها قیام کرده، به این باور رسیدند، بعد به اونها گفت که رفته به تمام جهان این پیغام را موعظه کنید که هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد آمرزش گناهان پیدا میکنه. میدانید چیزای گرانبها خریدنی نیست، با تقلا و با کوشش نمیشه اونها را به دست آورد. چیزهای گرانبهایی مثل نجات، مثل حیات ابدی، مثل
پوری روح القدس، آمدن روح خدا در قلب و وجود ما، این چیز گرانبهاییه. این با کوشش‌های انسانی، با تقلاهای خودمون، با اون قدم‌هایی که خودمون رو به طهارت بکشیم حاصل نمیشه، بلکه اینها هدیه‌ای از جانب خداست. به عیسی مسیح رو برای ما تدارک دیده که ما اون ردای عدالت رو با ایمان به عیسی مسیح میپوشیم و گناهان ما با ایمان به عیسی مسیح پاک میشه، بخشیده میشه و ما عادل میشیم و آماده میشیم که روح خدا بیاد در قلب وجود ما ساکن بشه و ما با خدای زنده در ارتباط تنگاتنگ قرار میگیریم. میتونیم او را بچشیم، او را ببینیم. در مزمور 34 حضرت داوود میگه که بچشید و ببینید خدا نیکوست، با او زندگی کنید، او را تجربه کنید. چیزی که شاگردا تجربه کردند، شاگردا دیدند کارهای او را، معجزات او را، شفاها، انواع اقسام شفاها، و در لابلای اون شفاها این سوال مطرح می شد که این عیسی کیست؟ این عیسی کیست که هر مرضی را شفا میده، هر دردی را برطرف می کنه؟ و این سوال تنین انداز قلب ها و افکار مردم می شد و امیدوارم برای شما هم یه زنگی باشه و اعلامی باشه که این عیسی کیست که این همه معجزات. شما فرصت کردی انجیل رو بخون، اناجیل رو، متا، مرقس، لوقا، یوحنا، زندگی عیسی مسیح، معجزات او، کارهایی را که انجام داد، میبینی که فوق‌العاده است. هیچ کس مانند او نیست، او بی همتاست، او بی‌ماننده. و این شناخت و این آگاهی سرآغازی میشه که ما قلبهای خود را به روی عیسی مسیح باز کنیم و به او فرصت بدیم که بیاد به زندگی ما و زندگی ما را متحول کنه. نه تنها خودمون متحول بشیم، بلکه این پیغام نجات و برکت را با دیگران هم تقسیم کنیم. و امروز ما عواملی میشیم، واسطه‌ای میشیم که خدا را شناختیم، او را چشیدیم، با او زندگی کردیم و اینو با دیگران در میون میذاریم. و خود من سالها، بیش از 40 ساله، 45 ساله با عیسی مسیح زندگی میکنم، او را شناختم. وقتی عیسی مسیح به زندگی من اومد، همه چیز در زندگی من عوض شد، متحول شد، دنیای من متحول شد، زندگی من متحول شد. او مانند نوری بود که تمام زندگی و قلب من را منور کرد و همین نور، همین حضور خدا برای تو هم هست که به خانه تو بیاد، خانه دل تو بیاد، بین خانواده تو بیاد و اونجا تغییر و تبدیل و تحول را ایجاد کنه و تو محبت خدا را بچشی، حضور خدا را بچشی و ببینی که این خداوند چه خدای عالی، چه خداوند پرجلالیه. و در کنار شاگردا وقتی انجیل را میخونیم، بخشای مختلف، کارهایی را که عیسی مسیح انجام داده، معجزاتی را که انجام داده، شفاها، شفای بیمانند، از بینایی نابینایان گرفته تا مفلوجانی که راه می روند و غشی هایی که شفا پیدا می کنند، دیوزده هایی که از دیوها آزاد می شند و مرده هایی که حتی زنده می شند، مرده ها زنده می شند. من به این مطلب به طور خاص خواهم پرداخت که همه اینها دال بر اینه که عیسی پسر خداست، عیسی یک فرد خاصیه و برای هدف خاصی اومده و هدف او نجات توست. و همه این کارهایی را که عیسی انجام داد برای اینه که تو را به این حقیقت هدایت کنه تا باور کنی که عیسی مسیح پسر خداست و با ایمان به او نجات پیدا کنی. و این پیغامیه که در انجیله و پیغامیه که شما میشنوید و وقتی قلب خودتو به روی عیسی مسیح باز میکنیم، یه عیسی بیا به قلب من، بیا به زندگی من، من زندگی خود را به تو می سپارم. وقتی با ایمان اقرار می کنی که عیسی تو پسر خدا هستی، من می بینم کارهای تو، معجزات تو، نوع تولد تو، همه اینها منو مجاب می کنه که به تو ایمان بیاورم و پذیرش او و اقرار او که عیسی تو پسر خدا هستی، تحول و دگرگونی در ما شروع میشه. و وقتی اقرار میکنیم که او برای گناهان ما مرد و زنده شد و الان زنده است، او به قلب ما میاد و زندگی ما را متحول میکنه. دوست عزیزم، از تو دعوت میکنم که قلب تو واقعا به روی عیسی مسیح باز کن و اینطوری دعا کن: ای عیسی، ای پسر خدا، اگه همه این مسائل در رابطه با تو حقیقت داره، مرا ملاقات کن، بیا به زندگی من،
و کمک کن که تو را بشناسم. وقتی با صداقت دل اینگونه دعا کنی، عیسی پسر خدا به زندگی تو میاد و همه چیز را در زندگی تو عوض میکنه و تو را خواهی شناخت و به این طریق از نجات او برخوردار میشی و وارث برکت او میشی. امیدوارم این قدم را برداری و از فیض و برکت و آمرزشی که بر صلیب مهیا شده تو هم برخوردار بشی. خدا تو را برکت بده.